خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم با حل تست های تحقیق در عملیات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 98. به ترتیب از همون سال اول کار خودمون رو شروع میکنیم. خب به ما گفته که N زوج X1 و Y1، X2 و Y2 تا XN و YN از داده های یک سیستم در اختیار است. یعنی چی؟ یعنی این که ما N تا زوج معلوم داریم، چون از داده های سیستم در اختیار ما اینا دیگه الان مجهول نیستن، اینا داده های سالمان، اینا معلومن. پس یه زوج X1 Y1 داریم، زوج X2 Y2 داریم تا زوج XN YN. بعد حالا در ادامه چی گفته؟ گفته که در آن XI عضو R کاه. خیلی مهمه اینجا، گفته XI عضو R کاه ورودی سیستمه و YI که عضو R خروجی سیستمه. پس چی شد؟ گفته XI ها عضو R کاهن. وقتی میگه عضو آره کان، یعنی یه بعدی نیستن، کابعدی هن. یعنی ایکس آی ما یه عدد نیست، یه بردار کابعدیه. درست شد؟ یه بار دیگه نگاه کن. گفته که ایکس آی عضو آره کاه، یعنی ایکس آی یه عدد نیست، یک بردار کابعدیه. یعنی ایکس یک یه بردار کابودیه، ایکس دو یه بردار کابودیه، الی آخر تا ایکس ان یه بردار کابودیه. پس میگیم ایکس آی دیگه یه عدد نیست، یه برداره، یه بردار کابودیه. کات و بعد داره. یعنی مثلا میشه ایکس آی یک، ایکس آی دو، ایکس آی سه، ایکس آی چهار تا ایکس آی کا. درست شد؟ این میشه ورودی و خروجیمون چی بوده؟ ایگرگ آی عضو آر. دیگه نگفته آر کا، گفته آر. یعنی این یه بعدیه، آر یک دیگه، یه بعدیه، یه عدده. پس ایکسای ما یه بردار کابعدی هن و ایگرگ آی هامون یه عدد یه بعدی هن، یه عدد هن. خب در ادامه گفته شده که می‌خواهیم تقریب خطی ایگرگ حد را برای ایگرگ با استفاده از بردار ایکس. ببین دوباره اینجا گفته بردار ایکس، داره خودش بهت میگه ایکس عدد نیست، ایکس برداره. می‌خواهیم تقریب خطی ایگرگ حد را برای ایگرگ با استفاده از بردار ایکس بر اساس این داده ها بنا کنیم. خب ما میخواییم ایگرگ رو پیش بینی کنیم، حدس بزنیم، تقریب بزنیم، هر کاری که کنیم. توی آمار خوندید تو روش رگرسیون برآورد کنیم، حالا هرچی برآوردش رو گرفته ایگرگ حد و با استفاده از یک تقریب خطی داره این کار انجام میده. با استفاده از یک تقریب خطی بر مبنای داده های بردار X. ببین بردار X، پس Y هت مساوی هستش با A به اضافه B ترانهاده ضرب در بردار X. خب ببین بردار X باید توی بردار B ضرب بشه دیگه، اینجا هم مشخصه B رو ترانهاده گذاشته. B رو ترانهاده گذاشته یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه بردار ستونیه میشه یه بردار سطری، ترانهاده جای سطر و ستون عوض میکنه. پس ما میخواییم ایگرگ رو بر اساس داده های ایکسمون تقریب بزنیم یا برآورد کنیم با استفاده از یک برآورد کننده خطی. گفته ایگرگ هت که برآورد ایگرگ مساوی میشه با ای. ببین ای یه عدده، ای یه عدده دیگه، یه عدده، به اضافه بردار بی ترانهاده ضرب در بردار ایکس. خب بردار ایکس که کابعدیه، بردار X کابعدیه،
پس بردار بی ترانهاده هم کابودی میشه، یعنی خود بی ترانهاده هم میشه بی یک، بی دو، بی سه تا بی کا. درست شد؟ این یه بردار سطری از بی یک، بی دو، بی سه تا بی کاه. اینم ایکسه که یه بردار ستونی کابودیه. اینا تو هم دیگه ضرب شدن. به چه صورت در میاد؟ یعنی مثلا برای حالا یه دادهی مثل داده آیوم، یه دادهی مثل داده آیوم مثلا ایگره که حت آی مساوی میشه با ای که یه عدده به اضافه یه بی ترانهاده ضرب در ایکس. بی ترانهاده یه بردار کابودیه بی یک تا بی کا. ایکس هم که یه بردار ستونیه از ایکس یک تا ایکس کا. پس میشه ایگرک حت آی برابر است با ای به اضافه یه بی یک ضرب در ایکس یک آیوم به اضافه یه بی دو ضرب در ایکس دو آیوم به اضافه یه تا بی کا ضرب در ایکس کا آیوم. درست شد؟ پس ایکس آی ما خودش کابودیه، بردار بیتر و نهادمون هم کابودی میشه چون تو هم دیگه ضرب میشن. این میشه حالا یک تقریب خطی برای ایگرگ. در ادامه گفته میخواهیم بیشینه قدر مطلق خطاها کمینه شود. بیشینه قدر مطلق خطا کمینه شود، یعنی میخواییم ماکسیموم قدر مطلق خطاها رو مینیموم کنیم. حالا خطا اصلا چی هست؟ ببین خطای آیوم که مثلا من با ای آی نمایشش میدم، مثلا ارور آی، خطای آی رو با ای آی نمایش میدم چیه؟ میشه اون چیزی که برآورد میکنیم منهای ایگرگ واقعی دیگه. درسته؟ ببین ایگرگ هت اون چیزی که برآورده میشه منهای ایگرگ واقعی میشه خطای ما، یعنی اون چیزی که ما برآورد میکنیم منهای اون چیزی که واقعا هست میشه خطامون، خطای برآوردمون، خطای تقریبمون. پس خطای آی که با ارور آی یا ای آی نمایشش میدم میشه ایگرگ حت آی که برآورد میشه منهای ایگرگ آی که مقدار واقعیشه. حالا سوال به ما گفته ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم ماکسیموم قدر مطلق خطاها را مینیموم بکنیم. خب خطای اول میشه ای یک، خطای دوم میشه ای دو، الی آخر خطای آخرمون هم میشه ای ان، خطای آخرمون میشه ای ان. قدر مطلق ای یک، قدر مطلق ای دو تا قدر مطلق ای ان میشه قدر مطلق خطاها که ما میخواییم بیشینه‌شو یا ماکسیمومشو بگیریم کمینه کنیم یا مینیموم کنیم. خب حالا این مدل چجوری به صورت خطی در میاریم؟ خوندید دیگه، خیلی توی اون فصل اول با هم دیگه صحبت کردیم. این ماکسیموم داخلی رو مثلا میگیریم زد، اون وقت مدل ما چجوری میشه؟ میشه مینیموم زد، میشه مینیموم زد. بعد زد چیه؟ زد ماکسیموم ایناست. وقتی ماکسیموم ایناست یعنی از همه شون بزرگتره، پس زد میشه بزرگتر مساوی از قدر مطلق ای آی که آیمون از یک هست تا ان. یعنی زد بزرگتر مساوی میشه از قدر مطلق ای یک، زد بزرگتر مساوی میشه از قدر مطلق ای دو، زد بزرگتر مساوی میشه از قدر مطلق ای سه الی آخر تا زد بزرگتر مساوی میشه از قدر مطلق ای ان. خب حالا از شر قدر مطلق چجوری راحت شیم توی این محدودیتمون؟ راحته. قدر مطلق ای آی کوچیکتر مساوی از زد میشه ای آی کوچیکتر مساوی از زد و ای آی بزرگتر مساوی از منهای زد. پس مدلمون میشه مینیموم زد ای آی کوچیکتر مساوی از زد به ازای آی های از یک تا ان، ای آی بزرگتر مساوی از منهای زد به ازای آی های از یک تا ان.
خب همین مدل رو من اینجا کامل نوشتم. ای آی میشد چی؟ ای آی میشد ایگرگ هت منهای ایگرگ. ایگرگ هت هم که اینه میشه ای به اضافه بی یک ایکس یک آیوم تا بی کا ایکس کا آیوم منهای ایگرگ آی واقعی. پس به جای ای آی که خطامون باشه میگم ای به اضافه بی یک ایکس یک آیوم به اضافه بی دو ایکس دو آیوم تا به اضافه بی کا ایکس کا آیوم منهای ایگرگ آی واقعی کوچکتر مساوی از زد به ازای آی های از یک تا این. یه بارم می نویسیم همین بزرگتر مساوی از منهای زد. این میشه مدل خطی ما. خب حالا ما به دنبال اصلا چی هستیم؟ ما به دنبال اینیم که ذرایب این خط رگرسیونمون رو پیدا کنیم. یعنی مثلا ببینیم آ چیه، بی یک چیه، بی دو چیه، بی سه چیه، بی چار چیه، تا بی کا چیه. ما میخواییم ذرایب خط رگرسیون رو طوری برآورد کنیم، ذرایب خط رگرسیونمون رو طوری به دست بیاریم تا پیشینه قدر مطلق خطاها مینیموم بشه. خب الان پس متغیرهای ما چی هن اینجا؟ متغیرهای ما A B1 B2 B3 B4 B5 الاخر تا B K. اینجا هم که همونه دیگه، A و B1 B2 تا B K. اینا هی تکرار میشن. یه متغیر دیگه هم اینجا داریم که زده. کل متغیرهای ما میشن چی؟ B1 تا BK به اضافه A به اضافه Z. پس تعداد کل متغیرها میشه K به اضافه 2. تعداد کل محدودیت ها چی میشه؟ تعداد کل محدودیت ها. خب این محدودیت ما به ازای آی از یک تا ان میشه ان تا، پایینیش هم به ازای آی از یک تا ان میشه ان تا. ان تا محدودیت اینه، ان تا محدودیت هم این پایینیه. پس تعداد کل محدودیت هامون میشه دو ان. این مسئله ای که ما نوشتیم x1 y1 تا xn yn معلومن. چیان؟ معلومن. داده های ما هن. اینا دیگه متغیر نیستن. پس متغیرهای ما چیان؟ ذرایب این رگرسیون که میخوایم به دستشون بیاریم. به چه نحوی به دستشون بیاریم؟ به نحوی که بیشینه قدر مطلق خطاها مینیمم بشه. پس متغیرهای ما میشن B1 تا BK به اضافه A به اضافه Z، یعنی K به اضافه دوتا. محدودیت همون هم که میشن 2N. این هم از در واقع حل این سوال. که البته حالا یه مشکل اینجا وجود داره. جوابی که سنجش اعلام کرده گزینه 2 بوده. گفته مدل یه مدل برنامه‌ریزی خطی با 2N محدودیت و N به اضافه 2 متغیره. اینجا حالا یه اشتباهی احتمالاً صورت گرفته و به جای که بنویسه کای به اضافه دو متغیر نوشته ان به اضافه دو متغیر. احتمالاً حالا یا کارو با ان برابر گرفته یا یه اشتباهی توی گزینه‌ها بوده، ولی در نهایت جواب بشه گزینه دوم. جواب سنجش هم گزینه دوم بوده. خب من اینجا رو پاک کنم بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال دوم یه مسئله مینیموم سازی رو ما داده. گفته مینیموم اف ایکس، محدودیت هم داده، یه ناحیه‌ای رو برای ما مشخص کرده. گفته ایکس های ما عضو ناحیه اس هن یا عضو مجموعه اس هن. خب گفته مدل بهینه‌سازی روبرو رو در نظر بگیرید که در آن اس مجموعه محدب
و اف هم تابعی محدب و مشتق پذیر است. چه تعداد از گزاره ها صحیح هم؟ خب اس رو یه ناحیه یا یه مجموعه محدب تعریف کرده، ناحیه محدب. اف ایکس رو هم یک تابعی محدب و مشتق پذیر تعریف کرده. بعد گفته چند از گزاره های زیر سعی است. ببین من یه توضیح بدم. ما به یه سری از مسئله ها میگیم برنامه ریزی محدب. برنامه ریزی محدب به چه مسئله هایی میگیم؟ برنامه ریزی محدب به چه مسئله هایی میگیم؟ توی مسئله ماکسیموم یا مینیموم در رابطه با تابع و ناحیه یه سری شرایطی داریم. اگر تو مسئله ماکسیموم سازی تابعمون یه تابع مقعر باشه و ناحیه شدنیش یه ناحیه محدب باشه، ما به اون مسئله میگیم برنامه‌ریزی محدب. و تو مسئله مینیمم سازی اگر تابمون یه تابع محدب باشه و ناحیه‌مون هم یک ناحیه محدب باشه، ما میگیم این مسئله برنامه‌ریزی محدبه. حتما یادتون هست توی درس نامه کلی در رابطه با اینو صحبت کردیم. اگر تو ماکسیموم سازی تابمون یه تابع مقعر باشه و ناحیهش یه ناحیه محدب باشه، تو مسئله مینیموم سازی تابمون محدب باشه ناحیهش هم محدب باشه، میگیم اون مسئله برنامه‌ریزی محدبه. حالا چه خاصیتی داره برنامه‌ریزی محدب؟ برنامه‌ریزی محدب دیگه نقطه مینیموم، ماکسیموم یا در واقع بهینه موضعی نداره. هر نقطه‌ای که بهینه موضعی باشه میشه بهینه کلی، میشه بهینه سراسری. پس ما دیگه نقطه مینیموم یا ماکسیموم محلی نداریم. اگه نقطه‌ای در اطراف خودش، در همسایگی خودش از بقیه بهتر بود یا در واقع تو همسایگی خودش بهینه بود، یعنی اون تو کل ناحیه بهینه است، توی کل ناحیه بهینه است. مثلا مثل برنامه‌ریزی خطی، شما یادتونه دیگه ما میگفتیم تو برنامه‌ریزی خطی اگر یه نقطه ای از مجاوراش بهتر بود، یعنی حتما نقطه بهینه مثلا است. توی برنامه‌ریزی خطی میگفتیم نقطه بهینه موضعی همون بهینه کلیه. گزاره اول میگه هر کمینه محلی این مدل کمینه عمومی است. کمینه عمومی منظورش کمینه سراسریه، یعنی کمینه کلی، کمینه مطلق. که خب درسته. چرا درسته؟ چون تو مسئله مینیموم سازی تابع ما یه تابع محدبه و ناحیهش هم یه ناحیه محدبه. تو مسئله مینیموم سازی تابمون محدبه، ناحیه‌مون هم محدبه. پس این مسئله برنامه ریزی محدب حساب میشه و تو برنامه ریزی محدب هر نقطه مینیموم محلی یک مینیموم سراسری یا مینیموم عمومی به حساب میاد. پس گزاره اول یعنی گزاره الف درسته. بریم سراغ گزاره دوم. میگه هر جواب بهینه در گرادیان اف مساوی با صفر صدق میکند. یه توضیح من در رابطه با این بدم. اینجا رو پاک کنیم. ببین اگر مسئله ما بدون محدودیت باشه،
مسئله بدون محدودیت و مثلا تابع F مشتق پذیر باشه، مسئله بدون محدودیت، تابع F هم مشتق پذیر. ما برای این که نقطه بهینه رو به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ چون تابعمون مشتق پذیره ازش مشتق میگیریم. حالا مشتق تو توابع چند متغیره میشه گرادیان. گرادیان Fx رو تشکیل میدیم، مساوی با صفر میذاریم و این معادله رو حل میکنیم. با حل این معادله یه نقطه مثلا مثل x بار به دست میاد. این نقطه x بار شرط لازم بهینگی رو داره. این نقطه x بار شرط لازم بهینگی رو داره. برای اینکه مطمئن بشیم آیا این نقطه بهینه هست یا نه، میریم سراغ مشتق دوم یعنی ماتریس هسیان. حالا اونجا با علامت ماتریس هسیان تشخیص میدیم که این نقطه‌ای که به دست اومده آیا مینیمم، ماکسیمم، نقطه زینی اصلا بهینه هست نیست، چه اتفاقی براش میفته. پس ما توی یه مسئله‌ای که محدودیت نداره و تابمون هم مشتق پذیره، یعنی میتونیم ازش مشتق بگیریم، گرادیان رو حساب میکنیم، مساوی با صفر میذاریم، معادله رو حل میکنیم، یه نقطه مثل x بار به دست میاد که شرط لازم بهینگی رو داره. تا اینجا میگیم ممکنه این نقطه بهینه باشه، ممکنه نباشه. برای اینکه مطمئن بشیم میریم سراغ مشتق دوم و ماتریس هسیان که علامتش رو دیگه بررسی میکنیم. پس اینجوری میگم اگر یه نقطه‌ای بخواد بهینه باشه، باید حتما گرادیان رو صفر بکنه. چون صفر شدن گرادیان شرط لازم بهینگیه. اگر یه نقطه بهینه بود حتما گرادیانش صفر میشه. اما که چه مسئله ای؟ تو مسئله ای که محدودیت نداشته باشه. اگر ما محدودیت داشته باشیم دیگه نمیتونیم محدودیت رو بذاریم کنار بریم از تابع مشتق بگیریم، بعدم بریم حسیان بگیریم برای خودمون. اگه محدودیت داشته باشیم چیکار میکردیم؟ میرفتیم تو مسائل محدودیت دار، حالا از روش لاگرانج استفاده میکردیم یا از روش کاکاتی استفاده میکردیم و همینجوری نمیرفتیم مستقیم از تابع هدف مشتق بگیریم و بعد بریم حسیان. مسئله که محدودیت داشته باشه دیگه نمیریم گرادیان بگیریم و بعد همینجوری بریم حسیان، دیگه میره روش کاکاتی، روش لاگرانج و سایر روش ها. پس مسئله که محدودیت داره ایکساش عضو ناحیه اسن، شما دیگه نمیتونی همینجوری بری گرادیان بگیری و بعد بری حسیان، بعدم با خودت استدلال کنی بگی چون این شرط لازم بهینگیه پس هر نقطه ای که بهینه باشه حتما گرادیان رو صفر میکنه. نه، این غلطه. چرا غلطه؟ چون مسئله ما محدودیت داره. آقا یه مثال میشه بزنید مسئله محدودیت داشته باشه بعد تو نقطه بهینش گرادیان صفر نشه؟ بله، الان یه مثال میزنید. من اینجا رو پاک کنم. خب فرض کن من میخوام این تابع رو مینیموم کنم. اگه مثلا محدودیت نداشته باشه، دامنه شما R باشه، میای از این تابع مشتق میگیری، مساوی با صفر میذاری، این نقطه به دست میاد، بعدم میری سراغ ماتریس هسیان، از علامت هسیان متوجه میشی که تابعمون محدبه و این نقطه رو مینیموم اعلام میکنیم. اما اگه محدودیت داشته باشیم دیگه اینجوری نیست. فرض کن دامنه شما از این نقطه به بعد باشه،
این ناحیه اسه، مثلا این ناحیه اسه، شما فقط مجاز هستی از بین ایکسایی که از این نقطه به سمت راست هستن بگردی و مینیموم رو پیدا کنی. خب کاملا مشخصه از اینجا هرچی به سمت راست حرکت میکنی مقدار تا به هدف بیشتر میشه، پس مینیمومش میشه همین نقطه. مینیموم میشه کجا؟ مینیموم میشه همین نقطه. این نقطه به عنوان نقطه بهینه انتخاب میشه، این هم حالا میشه مقدار بهینه تا به هدف. اگر دقت کنی الان تو نقطه بهینه دیگه گرادیان صفر نیست. اگر حساب کنی توی نقطه بهینه دیگه گرادیان صفر نمیشه. توی نقطه بهینه دیگه گرادیان صفر نمیشه. چرا؟ چون مسئله ما محدودیت داره و ما نمیتونیم این نقطه رو به عنوان نقطه بهینه انتخاب کنیم. شاید اصلا عضو ناحیه نیست. این نقطه‌ای که گرادیان صفر میکنه اصلا عضو ناحیه نیست. و این نقطه‌ای که به عنوان نقطه X استار برای ما در نظر گرفته میشه، این نقطه‌ای که به عنوان نقطه X استار برای ما در نظر گرفته میشه گرادیان تابع رو صفر نمیکنه. یعنی گرادیان تابع F توی نقطه X استار الان مخالف صفره. پس اگر مسئله ما محدودیت داشت دیگه لزوماً اون نقطه‌ای که گرادیان رو صفر میکنه به عنوان نقطه بهینه انتخاب نمیشه. تحت چه شرایطی این اتفاق میفته؟ تحت شرایطی که اون نقطه‌ای که گرادیان رو صفر میکرد ناموجه باشه، تو محدودیت ما صدق نکنه. خب اگر این اتفاق بیفته ما مجبور میشیم بریم یه نقطه بهینه دیگه پیدا کنیم که موجه باشه و اون وقت توی اون نقطه X استار گرادیان صفر نخواهد شد. پس گزاره B که میگه هر جواب بهینه در گرادیان مساوی با صفر صدق میکند، یا در حقیقت هر جواب بهینه گرادیان رو صفر میکند، غلطه. گزاره دوم میشه اشتباه. اینم مثالش، این نقطه الان نقطه بهینه مسئله ما هست و گرادیان رو صفر نمیکنه. چه زمانی ممکنه این اتفاق بیفته؟ زمانی که مسئله ما محدودیت داره، دامنه داره، ناحیه داره. دیگه ما نمیتونیم همینجوری مستقیم بریم گرادیان رو صفر بذاریم بگیم خب این میشه شرط لازم بهینگی و هر نقطه بهینه بود گرادیان رو صفر میکنه. اون وقت جمله غلط میشه. خب بریم سراغ گزاره بعدی. جیم میگه مجموعه جوابهای بهینه کراندار است. یعنی میگه اگه مثلا سوال ما جواب بهینه چندگانه داشت، مجموعه نقطه‌های بهینه مجموعه کرانداره. خب اینم غلطه. خیلی راحت میشه مثال زد که مجموعه نقاط بهینه بیکران باشه. بریم اینجا رو ببینیم. من پاک کنم. خب فرض کن که من یه مسئله اینجا مثال میزنم، مینیمم عرضم به خدمت شما که 2x2. خب یه تابع خطیه. تابع خطی هم شما میدونید هم محدب حساب میشه هم محر. یعنی اینجا که گفته تابعمون محدب و مشتق پذیره، این یه تابع خطیه، محدب حساب میشه، مشتق پذیرم هست. میرم سراغ ناحیه شدنی. میگم x1 بزرگتر مساوی از 1، x2 هم بزرگتر مساوی از 1. خب اینم که مجددا ناحیه شدنی ماه، ناحیه شدنیمونم باز خطیه و محدب حساب میشه. پس ناحیه شدنیمون یا S محدب، تابمون یا F هم یه تابع خطیه که باز محدب حساب میشه. حالا من برای مسئله رو حل کنم.
ببینم چی میشه. یه مسئله دو متغیر است x1 و x2. محور x1، محور x2. محدودیت ها، میگه x1 بزرگتر مساوی از 1. x1 بزرگتر مساوی از 1 میشه از اینجا به سمت راست. x2 بزرگتر مساوی از 1. x2 بزرگتر مساوی از 1 میشه از اینجا به بالا. اینجا هم مثلا 1. خب ناحیه شدنی میشه کجا؟ ناحیه شدنی میشه این. بعد بریم سراغ بردار گرادیان تابع هدف. میشه 0 و 2. بردار سی یا بردار گرادیان تابع هدف میشه همچین چیزی. زد رو عمود بر سی رسم میکنیم، چون مسئله مینیموم سازیه، به جای که در جهت سی بریم بالا، خلاف جهت سی میایم پایین. اگه خلاف جهت سی بیای پایین، آخرین قسمتی که بعد از اون از ناحیه خارج میشی میشه مجموعه نقاط بهینه و همینجوری ادامه دارم هست. مجموعه نقاط بهینه میشن چه نقطه هایی؟ مثلا نقطه 1 و 1، نقطه 2 و 1، 3 و 1، 4 و 1، 4.5 و 1، 5 و 1، 5.2 و 1، 6 و 1، 100 و 1، 1001، 1,000,001، بی نهایت و 1. همه اینا میشه مجموع نقاط بهینه. پس آ و 1 به شرط این که آ خودش از 1 به بعد باشه میشه نقطه بهینه. پس مجموعه نقاط بهینه ما یه مجموعه چندگانه و نامحدود بیکرانه. مجموعه نقاط بهینه ما، مثلا آره شما میتونی بی نهایت هم بذاری، تمام نقاطی که روی این نیم خطن جواب بهینه مسئله به حساب میاد. پس گزاره سوم که میگه مجموعه جوابهای بهینه کران داره حتما اشتباهه. گزاره چهارم یا گزاره دال میگه مجموعه جوابهای بهینه لزوماً محدب نیست، که اینم غلطه. اینو تو درسنامه خیلی صحبت کردیم در رابطه باش، اینو توی درسنامه در رابطه باش خیلی صحبت کردیم. یه بار دیگه من نکتهشو بگم و گزاره رو مرور کنم، همینجا رو پاک کنم. خب در رابطه با این گزاره هم زیاد صحبت کردیم. فرض کن مثلا یه تابع محدب نباشه، این جهت تقابل اینجا رو به بالا، بعد رو به پایینه، دوباره رو به بالا، و شما بخوای مینیموم سازی انجام بدی. اینم مثلا دامنه مسئله ما، ناحیه مسئله ما. خب نقاط بهینه میشن کدوم نقاط؟ این میشه اینجا بهینه، بعد دوباره اینجا بهینگی اتفاق میفته. پس مجموعه نقاط بهینه میشن اینجا و اینجا. خب کاملا مشخصه که الان مجموعه نقاط بهینه ما از هم جداه، گسسته است، یعنی بینشون گسستگی داره و یه مجموعه غیر محدبه. چرا؟ چون اگر شما اینجا یه نقطه پیدا کنی، اینجا هم یه نقطه پیدا کنی، بعد اینا رو به هم وصل کنی، اون وقت وسطشون دیگه عضو مجموعه نیست. پس مجموعه نقاط بهینه، مجموعه نقاط بهینه یه مجموعه غیر محدبه. ولی اگر تابمون محدب بود چی؟ اگر تابمون محدب بود
و شما میخواستی مینیموم سازی روش انجام بدی، مجموعه نقاط بهینه میشه چی؟ میشه اینجا. خب کاملا مشخصه که مجموعه نقاط بهینه توی اون قسمت یه مجموعه محدبه، یعنی شما هر دوتا نقطه ای که عضو مجموعه انتخاب کنی و به هم وصل کنی، اون پار خط واصلش هم همچنان عضو مجموعه باقی میمونه. پس مجموعه نقاط بهینه لزوماً یه مجموعه محدب میشه. یه بار دیگه میگم، اگر تابمون محدب نبود، اگر تابمون محدب نبود، مجموعه نقطه های بهینه معلوم نیست که حتما محدب باشه یا نباشه. مثلا اینجا محدب نشد، مجموعه نقطه های بهینمون مثلا اینجا محدب نشد. اما اگر تابمون محدب باشه و روی یه مجموعه محدب هم تعریف بشه، اون وقت مجموعه نقطه های بهینه یعنی مینیموم، مجموعه نقطه های کمینه، حتما و لزوما یه مجموعه محدب در میاد. یعنی مجموعه نقطه های بهینه رو که این باشه، مجموعه نقطه های بهینه که این باشه رو شما هر دوتا نقطه ای ازش انتخاب کنی و به هم وصل کنی، پار خط واصلش هم همچنان عضو مجموعه بهینه هست. یعنی مجموعه بهینه لزوما یه مجموعه محدبه. و این گزاره چهارم یا گزاره شماره حالا دال که گفته مجموعه جرهای بهینه لزوما محدب نیست، غلطه. چون اگر ناحیه‌مون محدب باشه، تابمون هم محدب باشه، مینیمم سازی روش انجام بدیم، مجموعه نقطه های بهینه قطعا یه مجموعه محدب در میاد. مجموعه جرهای بهینه قطعا و لزوما یه مجموعه محدب هست. و گزاره الف درست بود، گزاره ب غلط بود، گزاره جیم غلط بود، گزاره دال هم غلط بود. یعنی تعداد پاسخهای صحیح، تعداد گزاره های صحیح میشه یه دونه و جواب گزینه سوم. خب بریم سوال بعدی رو ببینیم. ببین یه مسئله ای که ماکسیموم سازی یا مینیموم سازیه و محدودیت هامون هم AX کوچکتر مساوی از B، X بزرگتر مساوی از 0. مثلا ممکنه که مقادیر سمت راست به صورت پارامتری تغییر کنه، ممکنه که ضرایب تابع هدف به صورت پارامتری تغییر کنه، مثلا بر حسب لاندا، مثلا بر حسب تتا، مثلا بر حسب تی. و اینجا مثلا میشه زد لاندا. یعنی شما مقادیر سمت راست رو بر حسب لاندا به صورت پارامتری تغییر میدی یا ضرایب تابع هدف رو به صورت پارامتری تغییر میدی و زدت هم بر حسب لاندا تغییر میکنه. یعنی در واقع میگی زد لاندا با تغییرات لاندا حالا ممکنه عوض بشه. و من الان میخوام بگم که زد لاندا بر حسب تغییرات لاندا، زد لاندا بر حسب تغییرات لاندا چه شکلی میشه. اگر مسئله ماکسیموم سازی باشه و شما ضرایب تابع هدف یعنی سی رو تغییر بدی، اون وقت زد لاندا میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و محدب بر حسب لاندا. پس زد لاندا چی میشه؟ میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و محدب بر حسب لاندا. اگه مسئله
ماکسیموم سازی باشه و شما مقادیر سمت راست رو تغییر بدی، اون وقت زدلاندا میشه چی؟ زدلاندا میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و مقعر بر حسب لاندا. اگر مسئله مینیموم سازی باشه و شما ضرایب تابع هدف رو به صورت پارامتری تغییر بدی، زدلاندا میشه چی؟ میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و مقعر بر حسب لاندا. اگه مسئله مینیموم سازی باشه و شما مقادیر سمت راست رو به صورت پارامتری تغییر بدی، اون وقت زدلاندا میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و محدب بر حسب لاندا. الان سوال رو نگاه کنیم. سوال به ما گفته که زد استار لاندا که برابر مقدار بهینه مسئله برنامه‌ریزی خطی پارامتری زیر است، همواره چه خاصیتی یا چه خصوصیتی نسبت به لاندا دارد؟ مسئله ما مینیموم سازیه، مینیموم زد لاندا. AX مساوی با BX بزرگتر مساوی از صفر، یعنی محدودیت ها و سمت راست و اینا دست نخورده باقی مونده. اما ضرایب تو به هدفمون که باید CX باشه الان شده C منهای لاندا برابر D، یعنی داره بر حسب لاندا ضرایب تو به هدف یا بردار C رو به صورت پارامتری تغییر میده. و منم به شما گفتم توی مسئله مینیموم سازی اگر ضرایب تا به هدف یا سی به صورت پارامتری تغییر کنه، زد لاندا میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و مقعر نسبت به لاندا. پس توی مسئله مینیموم سازی ضرایب تا به هدف داره به صورت پارامتری بر حسب لاندا تغییر میکنه، بنابراین زدستار لاندا هم میشه یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و مقرر. یه نگاه بندازیم. که جواب میشه گزینه سوم، یه تابع قطعه قطعه خطی پیوسته و مقعر خواهد بود. این هم از سوال 33 یا همون سوال سوم صنایع 98. بریم سراغ سوال چهارم ببینیم چی میگه. من اینجا رو خوب کنم. خب یه مسئله به ما دادن، مینیموم سی ترانهاد x با یک x کوچکتر مساوی از b1، با دو x بزرگتر مساوی از d2، x هم بزرگتر مساوی از 0. بعد گفتن که تمامی درایه های ماتریس a1 و ماتریس a2 مثبته. من فرض میکنم که مثلا مثبت یک، تو مثبت دیگه، مثلا فرض میکنم مثبت یک. بعد فرض میکنم که همین دوتا محدودیت هم تو مسئله هست، یعنی این یه محدودیت، این هم یه محدودیت. اون وقت ناحیه‌مون چجوری میشه؟ مثلا فرض میکنم مثبت یکه، یک x کوچکتر مساوی از b1، این پایینم مثلا یک ایکس بزرگتر مساوی از بی دو. ایکس هم که مثبت. خب از اینجا چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ ایکس کوچکتر مساوی از بی یکه و بزرگتر مساوی از بی دو. خب این
محدودیت مسئله که داره به ما میگه x بین b1 و b2 قرار داره، بین b1 و b2، که این نشون میده ما x رو نمیتونیم به مثبت بی نهایت میل بدیم نه به منهای بی نهایت. با توجه به این محدودیت دیگه کمترین مقدار x یا مینیمومش میشه b2، بیشترین مقدار x یا ماکسیمومش هم میشه b1. مثلا بین 2 و 10، بین 5 و 15، بین 20 و 30. xتون محدوده، کراندار، شما x رو به بی نهایت نمیتونی میل بدی. پس این ناحیه یا این منطقه موجه ما قطعاً کرانداره. قطعاً کرانداره اگر موجه باشه، یعنی اگه شدنی باشه. آقا میتونه نشدنی باشه؟ بله میتونه نشدنی باشه. مثلا اگر بی دو مثلا باشه 8، بی یک باشه 5، اون وقت مثلا میشه نشدنی. اون وقت ایکس نمیتونه هم از 5 کوچکتر باشه هم از 8 بزرگتر باشه که. پس منطقه موجه مسئله ممکنه نشدنی باشه، ممکنه مسئله اصلا جواب نداشته باشه. اما اگر جواب داشت و موجه بود، قطعاً یه ناحیه شدنی یا یک مجموعه شدنی کران داره، یه منطقه موجه کران داره. پس یا نشدنیه یا اگر شدنی بود حتما کران داره. گزینه‌ها رو نگاه بندازیم. گفته کدام گزینه همواره صحیح است؟ یک، مجموعه موجه مسئله توهی یا کراندار است. میگه یا توهیه، یعنی یا نشدنیه یا ناموجهه، یا اگر موجه بود کرانداره. خب درسته دیگه، ما هم گفتیم ممکنه منطقه موجهمون توهی باشه. مثلا مثل الان ممکنه منطقه موجهمون توهی باشه، مثل الان، یعنی ما اصلا ناحیه شدنی نداشته باشیم. یا اگر ناحیه شدنی داشت، مثلا فرض کن این 5 بود این 8 بود، اون وقت میشه یک ناحیه شدنی کراندار. پس منطقه موجه ما، مجموع جواب ما، یا توهیه این نشدنیه، یا اگر شدنی بود حتما کرانداره. جواب میشه گزینه اول. گزینه دوم میگه جواب شدنی حتما وجود دارد، که خب غلطه دیگه. مثلا فرض کن اصلا این b1 منفی باشه. اگه این b1 منفی باشه، مثلا فرض کن منهای 2 باشه، اون وقت x چجوری میتونه هم از منهای 2 کوچیکتر باشه هم مثبت باشه؟ اون وقت میشه تناقض. مثلا اگر b1 منفی باشه، اون وقت x میشه مثلا کوچیکتر مساوی از منهای 2 و بزرگتر مساوی از 0، که غلطه. پس مجموعه جواب ما اینجوری نیست که همیشه شدنی باشه، همیشه جواب داشته باشیم. ممکنه مسئله ناموجه هم باشه. پس این که بگیم جواب شدنی وجود دارد، حتما وجود دارد، 100% وجود دارد، غلط. سه میگه مقدار بهینه میتواند متناهی نباشد، یعنی میگه میتواند بیکران باشد، که اینم غلطه. شرط لازم این که جواب بهینه بیکران باشه اینه که ناحیه شدنی بیکران باشه. ما وقتی ناحیه شدنیمون همیشه کران داره، دیگه جواب بهینه بیکران که نمیتونیم بسازیم. پس چون ناحیه شدنیمون در صورت وجود همیشه کران داره، جواب بهینه هم کران دار میشه، جواب بهینه هم متناهی میشه. پس جواب بهینه هرگز نامتناهی نخواهد شد. یه بار دیگه گزینه 3 رو ببینیم. میگه مقدار بهینه میتواند متناهی نباشد، یعنی میتواند بیکران شود، که غلطه. 4 میگه مجموعه موجه مسئله دوگان کراندار است. مجموعه یا منطقه موجه مسئله دوگان کراندار است، که اینم غلطه. چون اگه دوگان رو بنویسی دوگان موجه باشه و مسئله اولیه ناموجه باشه، اون وقت دوگان میشه نامتناهی و گزینه 4 لزوما درست نیست. پس میشه گزینه اول. بریم سوال بعدی رو ببینیم. گفته که برای ایگرگ مثبت و ایکس های عضو آر کدام تابع محدب است؟
خب محدب بودن تاوره چجوری چک میکردیم؟ از طریق ماتریس هسیان میگفتیم اگر به ازای همه نقاط موجه، همه ایکس و ایگرگای موجه، ماتریس هسیان نیمه معین مثبت باشه، اون تابع محدبه. بریم گزینه رو چک بکنیم. من اینجا رو پاک کنم. خب سوال به ما گفته که به ازای ایگرگای مثبت و ایکسای عضو آر کدام یکی از توابع زیر محدب است؟ یعنی باید نشون بدیم که کدام یکی از توابع زیر روی این ناحیه به ازای این ایکس و ایگرگا یه تابع محدبه، یعنی ماتریس هسیانش نیمه معین مثبته به ازای همه ایکس و ایگرگای عضو ناحیه. خب بریم یه چک بکنیم. گزینه اول یه تابع دو متغیره به ما داده، اف ایکس و ایگرگ هست، ایکس تقسیم بر ایگرگ به توان دو، ایکس تقسیم بر ایگرگ به توان دو. خب من برای اینکه بتونیم راحت تر مشتق بگیریم اینو به این صورت می‌نویسم، ایکس ضرب در ایگرگ به توان منهای دو. میرم سراغ مشتق اول یا گرادیان. اول نسبت به x مشتق میگیرم میشه y به توان منهای دو، بعد نسبت به y مشتق میگیرم میشه منهای دو تا y به توان منهای سه ضرب در x، منهای دو تا y به توان منهای سه ضرب در x. خب این شد بردار گرادیان. میریم تو قدم بعدی ماتریس هسیان رو تشکیل میدیم. اینجا چیکار میکنم؟ میگم یه بار نسبت به x مشتق گرفتی، دوباره نسبت به x مشتق بگیر، میشه صفر. اینجا چی؟ میگم یه بار نسبت به y مشتق گرفتی، دوباره نسبت به y مشتق بگیر، میشه 6 تا y به توان منهای 4 ضرب در x. 6 تا y به توان منهای 4 ضرب در x. من اگر یه بار دیگه نسبت به y مشتق بگیرم میشه 6 تا y به توان منهای 4 یه x هم که توش ضرب میشه. این دوتا چی؟ که مثل همان ضرب دری، یعنی یه بار مثلا نسبت به y مشتق گرفتی، حالا نسبت به x مشتق بگیر، میشه منهای 2 تا y به توان منهای 3، منهای دو تا ایگرگ به توان منهای سه، منهای دو تا ایگرگ به توان منهای سه. خب برای اینکه تابع ما محدب باشه ماتریس هسیان باید نیمه معین مثبت باشه به ازای همه ایکس و ایگرگا. نیمه معین مثبت چجوری شکل کردیم؟ با استفاده از زیر ماتریس های اصلی، پرینسیپالا، پیشروان ها، اصلی ها یا پرینسیپالا چی بودن تعریفشون؟ زیر ماتریس هایی که از حذف سطر و ستون همشماره به وجود میاد. خب بریم، پرینسیپال یک میشه چی؟ پرینسیپال یک میشه زیر ماتریس یک در یکی که از حذف سطر و ستون همشماره به دست میاد. یعنی مثلا سطر اول و ستون اول رو حذف میکنی این میمونه، میشه 6 تا y به توان منهای 4 x. مثلا سطر دوم و ستون دوم رو حذف میکنی این میمونه 0. این میشه اصلی یا پرینسیپال مرتبه اول. پرینسیپال مرتبه دوم میشه چی؟ زیر ماتریس دو در دویی که از حذف سطر و ستون همشماره به وجود میاد. خب حقیقتش این که زیر ماتریس دو در دو میشه خود ماتریس. حالا دترمینانش میشه صفر منهای چهار تا ایگرک به توان منهای شیش، میشه صفر منهای چهار تا y به توان منهای 6.
ما گفتیم برای اینکه ماتریس نیمه معین مثبت باشه، علامت دترمینان زیر ماتریس های اصلی یعنی پرینسیپالا همشون باید بزرگتر مساوی از صفر باشن، هم مرتبه اول و هم مرتبه دوم. آیا هستن به ازای همه ایکس و ایگرگا؟ آیا به ازای همه ایکس و ایگرگا علامت اینا بزرگتر مساوی از صفر؟ خیر. چرا؟ چون ایگرگ مگه مثبت نیست؟ خب من اگه اینجا ایگرگو مثبت بذارم یه منهای 4 هم توش ضرب بشه اینجا میشه منفی، چون این بزرگتر مساوی از صفر نیست. بنابراین ماتریس ما نیمه معین مثبت نیست به ازای همه ایکس و ایگرگا و تابمونم محدب نیستش. این از گزینه اول. بریم بقیه گزینه ها رو بررسی کنیم. گزینه بعدی، من گزینه سوم رو بررسی میکنم. گزینه سوم اینجا رو پاک کنیم. خب گزینه سوم یه تابع تک متغیر است. ایگرگ تقسیم بر ایگرگ به اضافه 2. باز مجددا من برای راحتی کار تو مشتق گرفتن می‌نویسم ایگرگ ضرب در ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 1. خب بریم مشتق اول یا گرادیان رو بگیریم. از اونجایی که تابمون تک متغیر است، گرادیان میشه همون اف پریم. خب میشه مشتق ایگرگ ضرب در پرانتز، یعنی 1 ضرب در پرانتز. به اضافه مشتق پرانتز ضرب در ایگرگ. مشتق پرانتز میشه چی؟ میشه منهای پرانتز به توان منهای 2. میشه منهای پرانتز به توان منهای 2 که ضرب در ایگرگ هم میشه. این میشه مشتق اول. میریم سراغ ماتریس هسیان یا مشتق دوم. ماتریس هسیان باز مجدداً اونجا که تابمون تک متغیر است میشه همون افزگوند. میریم علامت هسیان یا علامت افزگوند چی میشه. خب مشتق این میشه منهای پرانتز به توان منهای 2. منهای پرانتز به توان منهای 2. در ادامه یه منها داریم که اینجا من بیرون نگهش میدارم. یه منها داریم اینجا بیرون نگهش میدارم. میشه مشتق پرانتز ضرب در ایگرگ، یعنی منهای 2 تا پرانتز به توان منهای 3 ضرب در ایگرگ. منهای 2 تا پرانتز به توان منهای 3 ضرب در ایگرگ به اضافه مشتق ایگرگ که 1 ضرب در پرانتز، یعنی ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 2. این از یه منفی هم اینجا بود که من کلن بیرون نگهش داشتم. خب بذاره سادش کنیم. مساوی میشه با منهای ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 2 منهای ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 2، یعنی میشه منهای 2 تا ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 2. این رو با این گرفتم، منهای ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 2، یه دونه منها اینجا داشت شد منهای 2 تا. در ادامه میشه به اضافه 2 تا ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 3 ضرب در ایگرگ.
خب این مساوی میشه با از ایگرگ به اضافه دو به توان منهای دو فاکتور میگیرم، میشه منهای دو به اضافه دو، به اضافه دو چی؟ ایگرگ ضرب در ایگرگ به اضافه دو به توان منهای یک، یعنی ایگرگ تقسیم بر ایگرگ به اضافه دو. خب اینجا رو نگاه کن، ایگرگ مثبت دیگه، کاملا مشخصه که ایگرگ تقسیم بر ایگرگ به اضافه دو، ایگرگ تقسیم بر ایگرگ به اضافه دو از یک کمتره، یک منفی میشه. دو ضرب در یک منفی، دو ضرب در یک منفی از دو کمتر میشه. خب منهای دو به اضافه دو کمتر، این پرانتز رو چکار میکنه؟ منفی میکنه. این پرانتز کلن علامتش منفیه، داخل اون پرانتز علامتش منفیه، کاملا هم مشخصه، چون ایگرگ تقسیم بر ایگرگ به اضافه دو از یک کمتره، دو ضرب در یک کمتر از دو کمتر میشه، و منهای دو به اضافه دو کمتر میشه منفی. ایگرگ هم که خودش مثبته، اینجا اگه مثبت بذاریم حاصل این پرانتز رو میکنه مثبت، وقت مثبت ضرب در منفی میشه منفی. خب کاملا مشخصه که توی تابع تک متغیره ماتریس هسیان یا افزگوند منفی شده، یعنی تابع ما جهت تقورش رو به پایینه، یعنی تابع مقعره، محدب نیستش. اینم میره کنار. بریم سراغ گزینه بعدی یه بررسی بکنیم، اینجا رو پاک کنم. گزینه چهارم رو بررسی کنیم. پس x به اضافه y به توان 2 تقسیم بر y، x تقسیم بر x به اضافه y به توان 2 تقسیم بر y. خب اینم به این صورت می نویسیم، x به اضافه y دو ضرب در y به توان منهای یک. میرم سراغ ماتریس هسیان و بردار گرادیان. اول گرادیان یا مشتق اول. خب یه بار نسبت به x مشتق میگیریم. اگه بخوام نسبت به x مشتق بگیرم میشه مشتق پرانتز ضرب در y به توان منهای یک، یعنی یک ضرب در y به توان منهای یک، به اضافه مشتق دوم که صفر ضرب در پرانتز هیچ. حالا میخوام نسبت به y مشتق بگیرم، میگیم داخل پرانتز 2y ضرب در y به توان منهای 1 میشه 2 تا y به اضافه منهای y به توان منهای 2 ضرب در پرانتز منهای ایگرگ به توان منهای دو ضرب در پرانتز که هست x به اضافه ایگرگ به توان دو. این میشه مشتق اول. بریم سراغ هسیان یا مشتق دوم. خب یه بار نسبت به x مشتق گرفتم، دوباره نسبت به x مشتق بگیرم میشه صفر. اینجا میشه صفر. این دوتا هم که ضربدری بود، یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر اینجا نسبت به x مشتق گرفتم، حالا میخوام نسبت به y مشتق بگیرم، میشه منهای y به توان منهای دو، منهای y به توان منهای دو
اینجا رو هم حالا دیگه خیلی نیازی به نوشتنش نیست، یه چیزی میشه دیگه. بعد میخوام ببینم آیا این ماتریس نیمه معین مثبت هست یا نیست. چجوری شکل میکردم؟ برای نیمه معین مثبت بودن زیر ماتریس های اصلی رو دترمینانش رو شکل میکردم، یعنی پرینسیپال ها. پرینسیپال یک میشد چی؟ پرینسیپال یک، پرینسیپال یک میشد زیر ماتریس یک در یکی که از حذف سطر و ستون همشماره به دست میاد. یعنی سطر اول ستون اول رو حذف میکنی، این میمونه که حسابش نکردیم. سطر دوم و ستون دوم رو حذف میکنی، صفره میمونه. اینا میشن زیر دترمینان های اصلی شماره یک. حالا شماره دو میشه چی؟ زیر دترمینان اصلی شماره دو، پرینسیپال دو میشه زیر ماتریس دو در دو که میشه خود ماتریس. دترمینانش میشه چی؟ این تو این ضرب بشه میشه صفر منهای ایگرک به توان منهای چهار، میشه منهای ایگرک به توان منهای چهار. بعد در صورتی که همه اینا بزرگتر مساوی از صفر باشن، ما میگیم ماتریس همون نیمه معین مثبته. آیا هست چنین چیزی؟ ببین ایگرگ مثبته، اینجا ایگرگ رو مثبت بذاری یه علامت منفی هم پشتش هست، اینو میکنه منفی، بزرگتر مساوی از صفر نیستش. پس ماتریس ما به ازای همه ایکس و ایگرگ ها نیمه معین مثبت نیست. حسیانمونم، یعنی در واقع حسیانمون نیمه معین مثبت نیست، تابمونم محدب نمیشه. خب گزینه اول و دوم و چهارم رو چک کردیم، دیدیم محدب نیست دیگه، احتمالا گزینه دوم باید جواب سوال ما باشه. بریم گزینه دوم رو چک بکنیم. نه اینجا رو پاک کنم. خب گزینه دوم میگه x به توان دو به اضافه ایگرگ به توان دو تقسیم بره ایگرگ به اضافه دو. بنابراین که یه ذره راحت تر باشه بازش میکنم، میگم x به توان دو تقسیم بره ایگرگ به اضافه دو، به اضافه ایگرگ به توان دو تقسیم بره ایگرگ به اضافه دو. این دوتا رو جدا جدا بررسی میکنم، یا اول اینو بررسی میکنم، میگم x به توان دو در ایگرگ به اضافه دو به توان منهای یک. داریم ببینیم این چی میگه. اول میرم سراغ گرادیان. خب یه بار نسبت به x مشتق میگیرم میشه 2x، بقیهش هم که انگار ضریبه. یه بار نسبت به ایگرگ مشتق میگیرم میشه منهای ایگرگ به اضافه دو به توان منهای دو، اینم که انگار برایش ضریبه ایکس به توان دو. حالا بریم سراغ حسیان. اینجا نسبت به ایکس مشتق گرفتم، یه بار دیگه نسبت به ایکس میگیرم میشه دو تا پرانتز، دو تا ایگرگ به اضافه دو به توان منهای یک. اینجا یه بار نسبت به ایگرگ مشتق گرفتم، دوباره نسبت به ایگرگ مشتق میگیرم میشه دو تا ایگرگ به اضافه دو به توان منهای سه، اینم که ضریبه. دو تا ایگرگ به اضافه دو به توان منهای سه، این هم که ضریبه. یه بارم ضرب داریم، یه بارم چیکار میکنم ضرب داریم، میگم مثلا اینجا نسبت به ایگرگ مشتق گرفتم، حالا میخوام نسبت به ایکس مشتق بگیرم میشه دو ایکس، این هم که ضریبشه.
اینجا هم که مثل همین در میاد دیگه. یعنی مثلا اگه یه بار نسبت به x مشتق گرفتی، حالا نسبت به y مشتق بگیر، میشه منهای 2x این به توان منهای 2، منهای 2x y به اضافه 2 به توان منهای 2. این دوتا با هم یکی در میاد. حالا برای این که ببینیم به ازای همه x و y ها این نیمه معین مثبت هست یا نه، باید پرینسیپال ها رو چک کنیم. پرینسیپال یک، زیر ماتریس یک در یکی که از حذف سطر و ستون همشماره به وجود میاد. سطر اول و ستون اول رو حذف میکنیم، میشه این، میشه دو تا x به توان 2 y به اضافه 2 به توان منهای 3. یه بارم سطر و ستون دوم رو حذف میکنم، این میمونه، یعنی دو تا y به اضافه 2 به توان منهای 1. این میشه پرینسیپال 1. پرینسیپال 2 چی میشه؟ پرینسیپال 2 هم که میشه خود ماتریس دیگه، یه فرمولانش میشه 4 تا x2 y به اضافه 2 به توان منهای 4 منهای ضرب اینا، 4 تا x به توان 2 در y به اضافه 2 به توان منهای 4. خب اگر دقت کنید این میشه 0. ایلگ اگر مثبت باشه در نهایت این میشه مثبت، ضرب پشتش هم که مثبته این میشه مثبت. ایلگ اگر مثبت باشه اینجا میشه مثبت، x به توان 2 هم که مثبته، 2 هم که مثبته، این هم میشه مثبت. یعنی در نهایت میتونیم بگیم علامت زیر دترمینان پرینسیپال های اصلی شماره 1 و شماره 2 همشون بزرگتر مساوی از صفرن، مثبت مثبت صفر. پس در نتیجه ماتریس هسیان میشه نیمه معین مثبت و این تابع میشه یه تابع محدب. بریم این یکی رو چک کنیم. اینو چجوری می‌نویسم؟ میگم ایگرگ به توان 2 ایگرگ به اضافه 2 به توان منهای 1. خب اینو که چک کردیم دیدیم محدبه. اینجا رو من پاک کنم یکی هم چک کنیم. خب این رو من دیگه حالا مثل اینا نمی‌نویسم، همجور خودش رو بررسی می‌کنم. همون خودش ایگرگ به توان 2 تقسیم بر ایگرگ به اضافه 2. خب میرم سراغ مشتق اول یعنی گرادیان، چون تقریبا تک متغیر است میشه اف پریم، مساوی میشه با مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت. مخرج هم به توان 2. من اینو بازش میکنم میشه دو تا ایگرگ به توان 2 به اضافه 4 ایگرگ منهای ایگرگ به توان 2. دو ایگرگ به توان 2 با منهای ایگرگ به توان 2 میشه ایگرگ به توان 2. بدون 4 ایگرگ هم که کنارش هست. من یه دونه به اضافه 4 اضافه میکنم،
یه دونه منهای 4 هم حالا کم میکنم. اون وقت به چه صورت در میاد؟ میشه y به توان 2 به اضافه 4 y به اضافه 4 که میشه y به اضافه 2 به توان 2. یه منهای 4 هم که میمونه. مخرج هم هست y به اضافه 2 به توان 2. اون اگه تقسیم کنی میشه 1 منهای 4 تقسیم بر y به اضافه 2 به توان 2. حالا میرم سراغ مشتق دوم یعنی هسیان که میشه گرادیان 2 و چون تا با همون ترک متغیر است میشه همون افزگان. این که هیچی، از کسر مشتق بگیریم یه منها هم پشتشه میشه 4 تقسیم بره این دیگه به اضافه 2 به توان 4، یه دونه ضرب داره 2 تا y به اضافه 2 هم میاد تو صورت. خب یه نگاه بنداز، y که مثبته این پرانتز میشه مثبت، ضرب داره 2 که مثبته، ضرب داره 4 هم مثبته، مخرج هم که مثبته، پس این همیشه چی میشه؟ مثبت میشه. یعنی گرادیان 2 یا اف زگوند همیشه مثبته. این تابع هم میشه چی؟ یه تابع محدب. وقتی مشتق دوم یه تابع تک متغیر مثبت باشه. خب این محدبه، اینم محدبه، جمعش کنی جمعشون هم میشه محدب. یعنی تابع گزینه دوم یه تابع محدبه. اینم از این سال. یه استراحت بکنیم برگردیم ادامه شده.